میگه اینا با هم شوخی میکنن به شد میاد الابا و الامهات، میگه به ننه بابای همدیگه فوش میدن خوششون میاد میخندن همه با هم. بلشون حالا عیبی نداره زید روش نگیر بنده خدا رو زرو شونه رفقش میگه تویی ها. خب میگه چی عزیز من؟ میگه اینا به ننه بابای همدیگه تیکه میندازن مسخره میکنن، ننه بابای همدیگه اینقدر پدر و مادر حرمت داره تو اسلام که ولایت بهش داده خدا، ولایت میدونی دیگه از آن الله رسولشه و امامان و فقهایی که دقت کنید این آیه قرآنه، بعضهم اولیاء بعضن، یعنی چی؟ میگه وف کسایی که تو امر معروف و نهی از منکر بتونن شرکت کنن. امر معروف یعنی تو باید معروف رو بشناسی، منکر هم بشناسی، به معروف بگی برو اینا رو گوش کنید اینا به درتون میخوره، بگید معروف اینه برو، منکر چی نرو، یعنی دین رو بشناسی. کیا ولایت دارن؟ الله، رسولش، اماما و کسایی که دین شناسن به مردم میگن این کارو خوبو بکنید اون کارو بدو نکنید، اینا ولایت پیدا میکنن. یکی از کسای دیگه که ولایت داره پدر و مادرن، ولو معصوم هم نیستن، ولو دینم سر در نیارم. میگه اونجایی که دیگه دینتون رو به خطر میندازه به حرفش گوش ندید، و الا چنان ولایت خدا پدر و مادر بهتون میگم. یکی از کسایی که جهنمشون خیلی بدجوره عقوقن، کسایی که آقا والدین میشن، یعنی پدر مادر میگه من هیچ رابطه ولایی بین من و این نیست. پدر بر انسان ولایت داره، بابات بکشدت بهت بگم عزیز دل من پول خون نمیخواد بده، مال باباتی، اینقدر پدر جایگاه داره. شما نگاه کنید عزیزترین موجود هستی که خدا تعریف میکنه و توی تمام موجودات صفت خالق بودن خودشو به او داده و احترام عجیب غریب در مورد خاص مادره. نماز مستحبی با استاده باشه مادر صدات کنه میتونی نماز بشکنی، حرف مادر و نماز مستحبی اولویت پیدا میکنه. ببین چیه مادر، چه جایگاهی داره. راننده کامیون سیبیل کلوفتم پشت گلگیر ماشینش میزن رفیق بیکلک مادر، هیچ کسی توی کره زمین جای مادر نمیتونه بگیر. ولایت ببین اینقدر مهم بود، می نوشتن لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد. یارو نبود نمیریخ، کسی نبود، فوشه رو گذاشته بود اونجا، فوشه رو گذاشته بود اونجا، فوشه خیلی بده، حال لعنت میشه، لعنت یعنی اصل فوشه خیلی هم بده برایش. خواهم بگم به نظر امروزی مثلا شاید چیز بدی نبوده، طرف میگه اونجا آشغال، خیالش راحت میشه با یه جمله نمیشتن. هنوز هم این فرهنگ شده، خیلی هم می نویسن. خب نمیدونن هم برای چی این جایگاه پدر مادرشونه. میگه تو آخر الزمان به ننه بابای همدیگه تیکه میندازن میشه وسیله شوخیشون. آقا ننه بابای همدیگه چیکار دارید شما؟ والا با خودتون کج و کلگی خودتون بخندید. بابا پدر یک نفر چیکار دارید با مادر یک نفر؟ میگه شوخی میکنن. و جالب نگاه کنید این از فکاهی میاد، میگه شاید اول دو نسل بار به طرف بر بخواد و خوشش هم میاد، یه تیکه به این میزن یه تیکه به اون میزن. متاسفانه این امر بین جوانا چیه؟ شایع. اشتباه میگم آقا؟ شایع دیگه هست. حالا بعد از مسئولین چون که بین مردم نیستن خبر ندارن، نه ما خودم هنوز جوونیم، هنوز از موقعی که دانشجو بودیم تا همین الان هنوز تو دانشگاهی، یعنی ارتباط هم قطع نشده که مثلا بگم فضا عوض شد دیگه تو خبر نداری. نه خیر، هر چیزی هم لازمه تو دانشگاه نمیچرخه. من کار برنامه 13 روز گذاشتم، میگم این بابا چه جوری سرپا داره راه میره. تو این 13 روز گذشته من فقط 2 روز تهران بودم، فقط 2 روز. یه روزش هم که رفتم تهران رسیدم تو فرودگاه نشستم اونجا، چون پرواز بعدی دیگه نمیصرفید برم خونه. اینجوری خب هر روزم اکثرا تو دانشگاه داریم میچرخیم، با جوانا سر و کله میزنم، باشم رفیقم هستیم، ادام در نمیارم الحمدلله. یعنی هر چیزی که دلم میاد میگم، حالا میخواد به کسی بر بخوره میخواد نخوره. شاید هم جز محدود سخنرانی باشیم که تو سخنرانیمون به مخاطبمون تیکم میندازیم، بعضی موقع شوخی هم میکنه، فوش هم بهش میده، خوشش هم بیاد میخنده. میدونی چرا؟ چون میدونه از ته دل میگم، چون میدونه دارم دوستانه برادرانه عین یه رفیق که داره با یه رفیق صحبت میکنه دارم باش صحبت میکنم. پیامبر فرمود زمانی بر امت من خواهد رسید که مردم آق مادرانشان میشوند و از آن ابایی ندارند. رو درک آق مادرم شدم چی میخواد بشه اینجوری میگه، و پدران را از خودشان دور کنند و ابایی از آن ندارند. کنز الاموال از منابع اهل سنت جلد 6 صفحه 44 میگه زمانی میرسه که برادر به برادر خیانت میکنه، یعنی برادر از برادر باید دستخط بگیره، مطمئنی چک باید بگیره سفته بگیره، نه تا دلتون بخواد من دیدم. نگه برادرم اونو بنده خودم کوچیک‌تر هستن چون این فضا نیست، اما خیلی اومدن دیدیم متعارف نه برادر اونو خیانه وکالت بلاعز داده تا دوشه رفته هر رسم خودش
بعد اینجوری هم میکنه میگه من کار غیر اگه غیر قانونیه بگی ای با پدرت